بینندگان برنامه ضیافت، اگر تازه به ما پیوستین، مهمان ارجمند امروز ما امیر آرام هست که آهنگساز هست، یک خواننده حرفه‌ای هست. یک سوالی که همیشه برای من از ایرانم که با کارات آشنا شدم و با خودت آشنا بودم، علت انتخاب تو در یه درصد زیادی روی شعرهای کلاسیک قدیمی من. مثل مولانا، این من با افتخار میتونم اینو اینجا اعلام بکنم که من 20 سال پیش با شما در ویلچریبر تئاتر افتخار من ارکستر بزرگ ساسای زهی من. خودم حالا هایر کردم یا استخدام من. کردم و من فکر میکنم 20 سال پیش خودش اتفاق بود توی لس آنجلس، چون اکثر کنسرت ها فقط یه ارکستر پاپ معمولی بود و این ارکستر بزرگ رو شما بردین. آقای دکتر هروی زنده یاد، همه این انرژی ها بودن و این کار شما بردین روی صحنه. حالا برگردم به سوالم، این بود که این چی بود که توی همیشه یک رابطه‌ای داشتی با این شعر کلاسیک؟ علت این چیه؟ مثلا اینه که کلن از همون دوران کودکی همیشه در درونم یک چیزی کمبود داشتم، همیشه یک خلایی در وجودم بود و همیشه سوال من از هستیم بود که برای چی اومدم و برای چی باید این همه رنج و درد رو ببینم، حالا چه در خودم، چه در دیگران، چه در جهان هستی، چه در طبیعت. و علت اومدن ما در این جهان چی بوده؟ و به خصوص وقتی که سن جوانی بودم، سن 17-18 سالم بود که پدرم را دست دادم، کاملا دیگه اصلا به طور کلی 180 درجه چرخیدم و واقعا دنبال این سوال میگشتم که اصلا علت هستی چیه و علت این همه رنج و درد چه در موجودات چه در انسان ها چیه و دلیلش چیه، که روی آوردم به عرفان و فلسفه شرق و خیلی چیزها رو در اونجا یاد گرفتم. درود بر تو. و آموختم که هرچه هست همینه و ما محکوم به هستی هستیم و بالاترین هنر زندگی در حیوانات اینه که بتونن بقای خودشون رو حفظ کنن و توسط حیوانات دیگه خورده نشن. این بزرگترین هنره، چون اکثر 70% حیوانات در سنین پایین توسط حیوانات دیگه شکار میشن. هنر انسان اینه که بتونه در این فاصله بودن و نبودن چطور بتونه با آرامش و آگاهی و اون صداقت درونی زندگی کنه، چون جهان در واقع آقای خسروی بی انصاف نیست، ما این که بی انصافیم. جهان انعکاس اون چیزیه که در وجود ماست. اگر ما منفی بیاندیشیم همه چیزهای منفی رو به ما میده، اگر مثبت بیاندیشیم مثبت به ما میده، اگر صداقت داشته باشیم صداقت رو به ما میده، اگر صداقت نداشته باشیم تاریکی رو میده. پس بنابراین درست مثل این که هر دانه‌ای که بکاریم همون به وجود میاد. شما یک سیب مثلا پرتقال رو که میکاری، سیب ازش به وجود نمیاد، خود پرتقال به وجود میاد. و بنابراین اون چیزی که در وجود ما هست اون انعکاسیه که طبیعت به ما میده. حالا بعضی وقتا رنج ها، مسائل، مصیبت های زیادی در جایی بودم هفته پیش که صحبت میکردیم که چرا این رنج ها رو میدن، به خاطر این که برسیم به اون آگاهی. و این رو هم باید بدونیم که به نسبت اون ظرفیتی که در وجود ما هست رنج میده به ما، نه بیشتر نه کمتر. و انسان ها اگر بتونن به اون حقیقت یا گوهر یا اون جوهر اصلی خودشون آگاهی پیدا کنن، خیلی از مسائل براشون حل میشه. به دلیل اینکه امروز شما یا من آرزوهایی داریم، آرزویی داریم و به دنبال این آرزو میریم و این آرزو رو برآورده میکنیم، ولی متوجه نیستیم که 2500 تا آرزو تو صف وایساده
فقط این نیست. یا غمهایی که داریم وقتی ازش گریز میگریزیم 5000 تا غم دیگه هست. بنابراین اینا تموم نشدنیه تا زمانی که انسان به اون حقیقت و واقعیت و به اون موجودیت و هویت اصلی خودش پی ببره، با تمام این مشکلات بتونه مقابله کنه. و از این دوگانگی درون که میکشدم می به شب میکشدم، عشق به راست، حالا به هر حال یادم نیست شعرش رو، از این کشیدنها رهایی پیدا کنه. آرت زندگی و هنر زندگی اینه که انسان با صلح درونی و با هر عقایدی که هر کسی که داره براش قابل قبول و قابل احترام باشه و اون رو به عنوان یک انسان نگاه کنه. در واقع دشمن اصلی انسان خود انسانه و دوست حقیقی انسان هم باز خود انسان. پس در واقع انسان مسئول سرنوشت شخصی خودش است. شما نمیخواید نوار دکلای بزنید؟ من موسیقی چون بزنم. امان جان اگر آماده ای بریم یه دیویدی به آقای خواننده خیلی خوبمون رو گوش بدیم، امیر آرام.